ساحه معارف برای زمستان گذرانی آماده است. بیش از 17 تن انگشت، 810 متر کوبی هیزم و 6632 لیتر سوزشواری دیزلی در مؤسسه های تعلیمی شهر و ناحیه های ولایت ذخیره گردیده است. طبق معلومات ریاستی معارف ولایتی سوخت، سال جاری 532 عدد جنراتور، 2939 عدد گرمکنک های برقی، 13556 عدد پیچ های علاوی موجود بوده. در مؤسسه های تعلیمی 656 دکخانه ها در حالت کاری قرار دارد. سرمتخصص شعبه بنقشه‌گیری و آینده‌بینی ریاستی معارف ولایتی سوخت سهراب جانجرایف میگوید که گرمکنی صنفخانه ها از ماه نوامبر شروع می شود. برای در دوره تیرماه زمستان سال 2023-2024 در همه شهر نوحیه های ولایت طبق نقشه 17000 تن انگشت، 8000 متر کوادرات هیزم و 6000 لیتر سوزشواری دیزل بنقشه گرفته شده بود. عین حال در همه شهر نوحیه های مؤسسه های تعلیمی ولایت امروز با پورگی از اجرای نقشه ذخیره کنی مواد سوخت برآمدند که 111% نقشه را تشکیل می دهند. در اساس فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن مؤسسه های ساحه معارف جمهوری در دوره تیرماه و زمستان سال 2023-2024 آمادگی مؤسسه های ساحه معارف ولایت به دوره تیرماه و زمستان کارهای نظررس را به سامان رسانیده، در 18 شهر و ناحیه های ولایت ذخیره مواد اساسی گرمدهی تامین گردیده است و اجرایش آن 100% را تشکیل می دهد. مثلا در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی همه 23 ناحیه باباجان غفوروف برای زمستان گذرانی تنها 22 تن انگشت ذخیره گردیده است. 6 متر کوبی هیزم از طرف صاحبکاران ناحیه باباجان غفوروف به طور کمک دسترس گردیده است. دایرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ماهیرخان مایوسوپوف ذکر نمود که 28 صنفخانه های مؤسسه توسط منبع یگانه گرمدهی گرم کرده می شود و اسباب های گرمدهی برقی استفاده نمی برند. امروز از طرف کانی انگشتی اسفره 22 تن انگشت به ما دسترس کرده شد. از طرف صاحب کاران محلی برای مؤسسه ما انبارخانه برهوا ساخته به استفاده برده داده شد که امروز ما خیلی خوشنود از آن هستیم و انگشت هایی که دسترس نمودیم همش را به انبارخانه جا به جا کرده مانیم و اینچنین از طرف صاحب کاران 6 کوب هیزم برای مؤسسه به طور یاردم آورده شد. 204 مؤسسه های تعلیمی ولایت به خط برق آزاد پیوست می باشد، اما بعضی مؤسسه های ناحیه باباجان غفوروف به خط برق آزاد تنقیصی دارند. این مشکلی هنگام مصاحبه با دایرکتور مؤسسه تحصیلات میانه رقم 23 ناحیه باباجان غفوروف ماهیرخان مایوسوپوف ذکر گردید. او خواهش نمود که در مؤسسه خط برق آزاد تامین کرده شود تا خوانندگان با شوق و رغبت زیاد در فن تکنولوژی اطلاعاتی از کامپیوترها استفاده برده سویه دانششان بلند برداشته شود. امروز گرمدهی صنفخانه های ما تکیه به انگشت و هیزم می نماییم. صنفخانه ها رو با قوه برق گرم نمی کنیم. اما تنها من همین رو می خواستم که اگر امکانیت شود همین قوه برق آزاد به ما دسترس شود، برای صنفخانه های کامپیوتر، برای تخته های الکترونی به ما کمک می شود و خوانندگان نیز با یک شوق و ذوق زیاد درس کامپیوتر رو به طور عملی اجرا می کردند و تخته های الکترونی رو آموزگاران خوانندگان به پرگی استفاده می بردند. از سبب همین نارسایی قوه برق امروز درس های کامپیوتری ما و آموزگاران از تخته های الکترونی کم استفاده می برند. زمستان گذرانی در تمام ساحه ها مهم است. حالا تنها ساحه معارف به گذراندن فصل سرما آماده است. همچنین مسئله نارسایی برق در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه باباجان غفوروف که این به تحصیل خوانندگان تاثیر منفی میرساند، این مسئله را در گزارش نوبتی پیگیری خواهیم کرد. گزارش منظور بختیارزاده نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.